برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مجموعه جهانی اقتصاد در گزارشی نوشته که گرمایش جهانی و بالا رفتن بی سابقه دمای هوا باعث افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد. سایت اینترنتی مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش به برخی از محصولات زراعی که با بیشترین تأثیرات قیمتی روبرو خواهند شد اشاره کرده است. نام نیودیتا بهید از فعالان هندو پس از افشای ارتباط او با جریان راست افراطی از فهرست سخنرانان مهمان پیش از جلسه عمومی پارلمان ادیان جهان حذف شد. میدل ایست آی فاش کرد که پارلمان ادیان جهان بدون اطلاع قبلی نام وی را از لیست سخنرانان کنفرانس در هفته قبل خود در شیکاگو حذف کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که فعالان در مورد ارتباط او با ناسیونالیسم افراطی ابراز نگرانی کردند. کتاب جدید نساء حذر نواقت و طف اثر محقق سعید رشید زمیم است که به خلاصه از مواضع جاودانه زنان در حادثه کربلا می‌پردازد. او در این باره گفت این کتاب بیش از 170 صفحه دارد و درباره مواضع زنانی است که در حادثه عاشورای حسینی همسران و پسران خود را به دفاع از اصولی که امام حسین علیه السلام برای آن جنگید در کنار امام حسین علیه السلام ایستادند. وی افزود این کتاب به اختصار به خلاصه از مواضع جاودانه زنان پرداخته است، زیرا صحبت طولانی در مورد موقعیت آنها نیاز به حجم عظیمی دارد. دومین جشنواره روز میراث اسلامی در ادمونتون کانادا شنبه 28 مرداد 1402 در میدان وینستون چرچیل با هدف گرد هم آوردن مسلمانان و غیر مسلمانان برای آشنایی با فرهنگ اسلامی برگزار شد. فواز حمید یکی از مسئولان این جشنواره گفت در این جشنواره بین افراد جامعه برای آشنایی با پیشینه‌های فرهنگی و مذهبی نیاز به ارتباط است. بسیاری از باورهای اشتباه درباره اسلام وجود دارد که باید برطرف شود. سازمان ملل میگوید در دو سال گذشته دست کم 30 کارمند بشردوستانه این سازمان در افغانستان کشته شدند. هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان محیط این کشور را چالش برانگیز برای کارمندان این سازمان خوانده و خطرات در برابر آنان را غیر قابل قبول خوانده است. او روز شنبه 28 مرداد به مناسبت روز جهانی بشردوستی گفته که بدون کارمندان بشردوستانه میلیون ها انسان به نیازهای اولیه که یک فرد برای بقای حیات ضرورت دارد دسترسی نخواهد داشت. گفته شده اکثر کارمندانی که در دو سال اخیر کشته شدند واکسیناتورهای پولیو و خنثی کنندگان مین بودند.